در این آموزش میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم اطلاعاتی رو از کاربر دریافت کنیم و در متغیرهای برنامه ذخیره کنیم. برای دریافت داده ها از ورودی استاندارد که همون کیبورد هست میتونیم از دستور سی‌این استفاده کنیم. برای استفاده از دستور سی‌این مثل سی‌اوت اول باید هدر فایل آی او استریم رو به برنامه اضافه کنیم. پس در ابتدای برنامه من تایپ میکنم هش include آی او استریم. غیر از اضافه کردن آی او استریم باید نیم اسپیس استیدی رو هم به برنامه اضافه کنیم. پس تایپ میکنم using نیم اسپیس STD. برنامه آماده است تا با استفاده از دستور سی‌این ورودی از کاربر دریافت کنه. بدنه برنامه رو در متد مین تایپ میکنیم. برای اینکه ورودی کاربر رو در برنامه ذخیره کنیم ابتدا نیاز به یک متغیر با نوع مناسب ورودی کاربر داریم. از اونجایی که من میخوام یک مقدار عددی رو از کاربر دریافت کنم، نوع متغیری که در نظر میگیرم رو این قرار میدم. با نام A ذخیره میکنم و دستور cout داخل دابل کوت اند ال رو هم قرار میدم تا کرسر به خط بعد منتقل بشه. وقتی که کاربر مقدار عددی رو وارد کرد، من با استفاده از دستور سی‌این اون رو دریافت میکنم. سی‌این عملگر ورودی. عملگر ورودی درست برعکس عملگر خروجی هست و بعد نام متغیری که میخوام ورودی کاربر در اون ذخیره بشه. پس شکل کلی دستور سی‌این به این صورت هست که عبارت سی‌این رو تایپ میکنیم، عملگر ورودی و نام متغیری که میخوایم ورودی در اون ذخیره بشه. برای اینکه نتیجه ورودی رو در خروجی ببینیم، من از مقدار A با استفاده از دستور cout خروجی میگیرم. A مساویه مقدار متغیر A. End L رو هم قرار میدم. در این حالت اگر من برنامه رو اجرا کنم، برنامه بلافاصله بسته میشه و من نمیتونم خروجی رو در برنامه مشاهده کنم. پس با استفاده از دستور سیستم داخل پرانتز پاز برنامه رو متوقف میکنم تا بتونیم خروجی رو در کنسول ببینیم. با فشردن کلید تابعی F5 برنامه رو اجرا میکنم. عبارت پلیز انتر آن اینتجر در کنسول قابل مشاهده است. من یک عدد رو وارد میکنم. کلید انتر رو میزنم. عدد 915 به درستی دریافت میشه و در متغیر A ذخیره میشه. اما نکته که وجود داره این هست که دستور سی‌این تنها تا رسیدن به کاراکتر اسپیس ورودی ها رو دریافت میکنه. به عنوان مثال اگر من در اینجا یک 915 رو وارد کنم، اسپیس رو تایپ کنم و بعد ادامه عدد رو تایپ کنم، دستور سی‌این تنها تا سر کاراکتر اسپیس عدد رو دریافت میکنه و بقیه کاراکترها رو نادیده میگیره. برای اینکه بتونیم تمام کاراکترها رو دریافت کنیم، باید از دستور سین.get استفاده کنیم. دستور سین.get مقدار کاراکتری دریافت میکنه و تا رسیدن به شرط خاصی که ما براش تعیین میکنیم یا رسیدن به کلید اینتر داده ها رو از کاربر دریافت میکنه و در متغیر ما ذخیره میکنه. من متغیر A رو از نوع کاراکتری تعریف میکنم و در اینجا به جای دستور سین از دستور سین.get استفاده میکنم. نوع کر تنها یک کاراکتر رو میتونه در خودش ذخیره کنه و در صورتی که من الان از برنامه اجرا بگیرم و عدد 915 رو در کنسول وارد کنم، تنها عدد 9 ذخیره خواهد شد. پس طول کاراکتر رو تعیین میکنم، داخل براکت عدد 50 رو وارد میکنم و در اینجا داخل پرانتز ابتدا باید نام متغیری که میخوایم ورودی در اون ذخیره بشه رو تایپ کنیم، بعد با یک کاما اون رو جدا میکنیم و طول داده هایی که میخواییم در متغیر ذخیره بشه رو در اینجا تایپ میکنیم. لزومی نداره که حتما این طول با طول متغیر برابر باشه. اما نکته ای که وجود داره، هر عددی که اینجا وارد کنیم، به عنوان مثال اگر من در اینجا عدد 10 رو وارد کنم، تنها تا 9 کاراکتر رو میتونم از کاربر دریافت کنم. من عدد 10 رو وارد میکنم و از برنامه اجرا میگیرم. 915 رو تایپ میکنم، اسپیس میزنم. در اینجا من 10 کاراکتر رو در کنسول وارد کردم. اما همونطور که ملاحظه میکنید، اولا 915 قرار میگیره، اسپیس رو هم دریافت میکنه و تا 9 کاراکتر رو دریافت کرده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. اما کاراکتر دهم رو که عدد 6 هست نادیده گرفته.
این شرایطی هست که ما برای دریافت ورودی میتونیم با استفاده از سین.گت تعیین کنیم. شرط دیگه‌ای که برای دریافت ورودی از کاربر میتونیم تعیین کنیم این هست که میتونیم به برنامه بفهمونیم تا زمان رسیدن به یک کاراکتر خاص ورودی ها رو دریافت کنه و در صورتی که کاراکتر رو مشاهده کرد خود کاراکتر و ادامه کاراکترها رو نادیده بگیره. من یک کاما قرار میدم. در اینجا کاراکتر 8 رو بین دو تگ کد تایپ میکنم. پس اگر کاربر عدد 8 رو وارد کنه خود عدد 8 و تمام کاراکترهایی که بعد از عدد 8 وارد میشن نادیده گرفته میشن. حتی اگر به کاراکتر 9 نرسیده باشه. از برنامه اجرا میگیرم. عدد 915 رو تایپ میکنم. به عنوان کاراکتر 4 عدد 8 رو وارد میکنم. و بعد 3 کاراکتر دیگه در اینجا تایپ میکنم. در اینجا ما 7 کاراکتر وارد کردیم. و وقتی کلید اینتر رو بزنم تنها عدد 915 ذخیره میشه. و خود عدد 8 و ادامه کاراکترها نادیده گرفته میشن. کدهایی که در اینجا نوشتم رو کامنت میکنم. این بار از کاربر میخوام که نام خودش رو وارد کنه. یک متغیر کاراکتری با نام نیم و با طول 50 در نظر میگیرم. سین.گت رو تایپ میکنم و داخل سین.گت ابتدا نام متغیر کاما طول داده‌ای که می‌خوایم دریافت کنیم رو وارد می‌کنم و در اینجا کاراکتری رو تایپ می‌کنم که می‌خوام برنامه با رسیدن به اون کاراکتر بقیه کاراکترها رو نادیده بگیره. من کاراکتر دی رو تایپ می‌کنم و از متغیر نیم خروجی می‌گیرم. متغیر نیم رو در اینجا قرار میدم. کاراکتر اند ال و از برنامه اجرا میگیرم. برنامه نام من رو میپرسه. من نام رو وارد میکنم. بعد از کلید اسپیس نام خانوادگی رو وارد میکنم. کلید اینتر رو میزنم. ملاحظه میکنید که کلمه زهرا تایپ شده، اسپیس به درستی قرار گرفته و بعد از دی عبارت نادیده گرفته شده. در این آموزش با دو روش مختلف دریافت ورودی از کاربر آشنا شدیم.